غم مخور جانان در این عالم که عالم هیچ نیست. نیست هستی جز دم ناچیز و آن دم هیچ نیست. سلام و وقت شما بخیر. امید دارم خوب باشین، صحتمند باشین. هموطنان نهایت مهربانم، با امید صحتمندی و سلامتی شما عزیزان امید دارم که صحتمند باشین، با انرژی باشین و خیلی خوش اومدین به یکی دیگر از برنامه‌های شام یک با من مریم زریاب، همکاران عزیز در بخش کمره اتاق فرمان و همچنان همکاران عزیزمان که در استودیوی شام یک انشاءالله از شما مهمان نوازی می داشته باشند. باز هم خیلی خوشحال هستم که در یکی دیگر از برنامه های شام یک در خدمت شما هستیم با محتویات و مهمانان خیلی عزیز و عالی، و امید دارم که شما هم پای تلویزیون هایتان نشسته و بدون خستگی و با انرژی فراوان بیننده برنامه ما باشین تا آخرین لحظات که رأس ساعت 8 است. محتویات امشب برنامه هم محتویات خیلی جدید هست، مهمانان عزیز در کنار خود می داشته باشیم و مرتبط با موضوعی که امشب میخوایم صحبت داشته باشیم موضوع بسیار اساسی و عالی هست. البته که تمام شما عزیزان با این موضوعات آشنا هستین، چون موضوعات را که ما در برنامه شام یک میخوایم صحبت داشته باشیم بین گفتمان های خودمانی ما، البته این موضوعات بسیار موضوعات عالی هست و موضوعات عادی روز را ما انتخاب میکنیم که همیشه بتونیم سطح آگاهی شما عزیزان را بلند ببریم. و امروز شب هم میخوایم در مورد حسادت صحبت داشته باشیم. بعضی از عزیزان که همیشه حسودی میکنن نسبت به مقام و جایگاه دیگران و همیشه دنبال از این هستن که باید از دیگران یک مرحله و یک قدم بیشتر باشن و دنبال از این میباشن همیشه که حسرت دیگران، حسرت زندگی دیگران و حسرت موقف دیگران را در زندگیشان حس میشه و با خود حملش میکنن. چه خوب است که در این مورد بیشتر صحبت داشته باشیم. البته ایزانی که البته به این امیدواری هستم که در بین و جمع ما اصلا اینطور یک فرد حضور نداشته باشه، اما گاهی اوقات هم میشه که ما حسودی میکنیم، کینه میگیریم و یا هم نسبت به این که دیگران را میبینیم به موقف جایگاهی رسیده ما یک آلتی را به خود حس میکنیم که او منجر به این میشه که ما حسودی داشته باشیم. چه خوب از بیشتر صحبت داشته باشیم. شما هم ما را همراهی بکنید. یک سلام ویژه و ناب تقدیم میکنم خدمت تمام مهمانان عزیزی که بیننده ما هستند، عزیزانی که در خانه های قشنگشان هستند. امید دارم ما میزبان نوازی خیلی خوب در استودیوی شام یک از شما داشته باشیم. همچنان تمام بانوان عزیز، مادران و دختران قشنگ و زیبایی که در آشپزخانه هایشان هستند همیشه ما را میبینن، همراهی میکنن. اگر شما برنامه را دیدن نمیتونید پس صدای تلویزیون هایتان را بلند بکنید، ما شما را همراهی میکنیم. ان شاءالله که غذاهای شما پر از برکت الهی و خوشمزه بیاید و شما بتونید که یک سفره قشنگ برای تمام اعضای خانوادهتان هموار بکنیم. بریم به طرف محتویات امشب و برنامه و داشته هایی که مد نظر گرفتیم تا رأس ساعت 8 یک و یک به شما عزیزان تقدیم بکنیم. در بخش دو برنامه بخش سخن زن هست با همکار عزیزم یلدا جان میرزاد همراهی بکنیم. مهمان عزیزی را دارن. در بخش بینش اسلامی هم مهمان عزیزی را در کنار خود می داشته باشیم و مرتبط به اخلاق نیکو می خواهیم که صحبت داشته باشیم. در بخش چهارم برنامه هم بخش کودک هست، کودک نازنین در کنار ما می باشه و مرتبط به دنیای کودکانی خودش صحبت می داشته باشه، در مورد آرزوهایش و پشتکارهای بیشتر صحبت می داشته باشیم. این هم از محتویات امشب شام یک. امید دارم که تا آخرین لحظات برنامه ما رو دنبال بکنیم. بریم به طرف یلدا جان عزیز ببینیم که در استودیوی قشنگ شام یک حضور داره و یا خیر. یلدا جان هستی؟ مثل کتاب باش، خاموش اما پرمعنا. سلام، شامت بخیر مریم. بخیر عزیز من. خوب است، انشالله صحت خوب است. خوب است، خیلی خوش آمدی. روز بخیر گذشت. تشکر، سلامت باشی. انشالله خاطرم خوب باشی. خیلی خوش آمدی به شام یک. تشکر. امید دارم با انرژی صحتمند و سلامت باشی. سلامت باشی مریم جان. و انشالله که مریم جان خودت همچنان یک روز خوب و خوش سپری کرده باشی. چطور از شام را بخیر آغاز کردی؟ بسیار تشکر یلدا جان. واقعا که عالی آغاز شد و روز بسیار با انرژی بود. از اینکه ما برنامه داشتیم و پذیرایی می‌کردیم از تمام هموطنان عزیزمان در شام یک، من واقعا که برام خوش گذشت و با انرژی هستم. انشالله که تمام هموطنان عزیز ما که خسته آمدن و به خانه هایشان هستن، انشالله که ما از طریق این مستطیل شیشه ای انرژی های خود انتقال بدیم به شما و شما هم شب عالی داشته باشید. بله. خب مریم جان به اجازه خودت من هم سلام داشته باشم برای بیننده های عزیز. خب من همچنان سلام دارم خدمت همه بیننده های خوب شام یک. امیدوار هستم که صحت سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و سلام خاص خدمت خانواده های عزیز که امی لحظه یک جانش هستن.
هستند و بیننده شام یک هستند. باز هم ساعت 7 شد، ما با مریم جان و جمع از همکاران ما خدمت شما برگشتیم با موضوعات و محتویات مختلف. و سلام خسته نباشید خواست هم به همه همکارانم که در اتاق فرمان هستند، پرودوسر برنامه شبیر غفوری و همچنان دایرکتر عزیز ما، همکاران ما که در پشت کمره ها هستند، سهراب جان، علی جان و همچنان استاد نصرت. امیدوار هستم که خسته نباشین و مانده نباشین و یک شب خوش همچنان آغاز کرده باشین. عزیزانی که دوست دارن یک شب به مهمان ما باشن و به شام یک دعوتشان بکنین، شماره تماس واتساپ که روی اسکرین های تلویزیونتون ظاهر شده میتونین به این شماره واتساپ با تماس شوین مریم جان و یک شب مهمان ما باشن. شماره تماس همچنان من میگم، شما هم یادداشت بکنین، 0730290175 میتونین با این شماره پیام بگذارین و یک شب مهمان شام یک باشین. خب مریم جان، موضوع بسیار خوب و عالی را خودت اشاره کردی، موضوع حسادت هست. واقعا عنصری است که میتونه انسان را در یک جامعه تخریب بکنه و از شخصیت شخص در جامعه کاسته شود. خب از ابتدا اگر مریم جان ما توجه بکنیم، اولین حسودی را در بین کودکان میتونیم ببینیم وقتی که یکی دیگه حسودی میکنه. یعنی اوایل زندگی اونا است، ولی به یک نحوی بین یک دیگر حسود هستند. چی کودکای بچه باشه چی کودکای دختر باشن، همکارا میگن که بین دختر خانم ها خیلی زیاد است. به نظر من بین هر دو طبقه زیاد است، هم چشمی های هست، چی دختر باشه چی پسر باشه، از هر دو طبقه بر حالش با هم چشمی دارن و بدون هم چشمی اصلا پیش نمیرن. و از نظر من یک نقطه منفی است. خوب است همه ما این نقطه منفی را از خود دور بکنیم و حسادت نکنیم. خوب است که خود ما بخوایم به یک جایگاه خوب و بلند برسیم، نه اینکه حسود باشیم و به کسی دیگری که از ما کده بلندتر است حسودی بکنیم. دقیقاً. و یک همکاران ما اشاره کردن که دختران حسودیشان بیشتر هست، البته با آرایش، لباس و این مسائل ما حسودی شاید بکنیم، چون همیشه دختران بسیار با سلیقه هستن و در کنارش هم همیشه فکر میکنن که باید بسیار زیاد با سلیقه و منظم معلوم شون. شاید از این لحاظ گفته باشن، اصلا منظور دیگه نداشتن. دختر خانمایی که میلی هستن شما یک را میبینین، شما دلتان جمع باشه، دلتان جمع باشه کاملا، به خاطر از اینکه ما همیشه میفهمیم که بچی اسودی میکنیم و این اسودی ها قدر جدی نیست. اصلا دیگه خاطرتان نارام نسازین، راحت و آرام باشین. بله. خب یلدا جان عزیز، بریم به طرف سخن زن، بشنویم از خودت که مهماندار هستید، راجع به چی صحبت میکنی و آیا مهمانداری به خیر؟ بله مریم جان، طبق معمول در بخش سخن زن من مهماندار هستم و خوشبختانه امشب همچنان یک خانم کوچک اما تجارت پیشه را کنار خود دارم که سنشان کم هستن و جوان گفته میتونیمش، وارد دنیای تجارت شدن و سنشان کم است، از او خاطر کوچک گفتم. و خانم حسنا سادات هستند که در بخش سخن زن با ما حضور پیدا خواد کردن و صحبت های خیلی خوب و عالی را همراهشان خواد داشتیم. بسیار زیاد تشکر یلدا جان عزیز، انشالله خودت همراهی میکنیم در بخش سخن زن. ممنون از اینکه امشب هم آماده هستی و انشالله که بخش خودت را بر هموطنان عزیز شریک میسازی با مهمان خیلی عزیز. بله مریم جان، دقیقا و شما بینده های عزیزم چنان دعوت میکنم که بخش سخن زن و در کل بیننده شام یک باشین. تشکر بسیار زیاد یلدا جان عزیز. همون رقم که همکار عزیز ما اشاره کردن از مهمان های خود، ما هم مهمان داریم در بخش متفاوتی از برنامه شام یک. شما هم ما را دنبال بکنیم، برین یک وقفه ما هم میگیریم، شما هم بگیرین، لباس هایتون تبدیل بکنین، خود راحت بسازین، دوباره برمیگردیم. ادامه شام یک را فراموش نکنین. در ادامه برنامه شام یک شما را خوش آمدید میگم. سلام تر تازه هم تقدیم میکنم خدمت عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، به خانه آمدن. شما هم خسته نباشین، بیننده شام یک تا آخرین لحظات برنامه باشین. در بخش بینش اسلامی مهمان عزیز را کنار خود دارم و امروز میخوام در مورد اخلاق نیکو بیشتر با ایشان صحبت داشته باشیم. البته فکر میکنم که داشتن اخلاق نیکو در زندگی میتونه که بسیار زیاد مفید باشه و جایگاه ما را در اجتماع تعیین بکنه و ما را بتونه به سمت سوی مستقیم و راه روشن دعوت بکنه. و از آنجایی که اخلاق خیلی هم مهم است، میخوایم در بحث امشب با بانو سمیه عثمانی بیشتر صحبت داشته باشیم که ایشان هم تشریف آوردن و در کنار ما در استودیوی شام یک هستند. سلام و شام شما بخیر، خیلی خوش آمدید. برام خدا ببر، سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیزی که فعلا شام یک را دارن تماشا میکنن. امید است که همیشان خوب و صحت و سلامت باشن. بسیار تشکر، انشالله که شما خوب هستین. بخیر اومدین. الحمدلله، خدا رو شکر. رو بندی که نبود. خب مشکلات راه بندی است، از اینکه طرف شام است و طبیعی است که هر کس تلاش داره طرف خانش برم. مشکلات است، ولی
الحمدلله گذشت، ما رسیدیم اینجا با شما هستیم، فعلا با مردم و هموطنای عزیز خود هستیم. شما سلامت باشین. من هم بسیار خوشحال هستم از اینکه شما تشریف آوردین. البته استاد گرامی کمک ناوقت‌تر آمدن به برنامه، ما پرسان کردیم گفتن که رابندی زیاد بود در این وقتا. خب فکر میکنم راه ساعت 7 و 6 بجه این وقتا بسیار زیاد بیروبار میباشه و عموما تمام کسایی که کارمند هستن اونا میرن به طرف خانه و رابندی هم ایجاد میشه. بله دقیقاً وقت است که همه طرف خارجشون میرن دیگه. بازم شما خسته نباشین استاد عزیز، خوشحال هستم که کنار ما هستین در بخش بینش اسلامی. و چقدر خوب است که در مورد صحبت داشته باشیم که اخلاق چی هست از دیدگاه شما. خیلی یک موضوع زیبا و جذاب در مورد اخلاق. اخلاق متاسفانه در مورد نیکویی و یا هم ای که ما چگونه اخلاق نیکو داشته باشیم اکثر مردم کمتر توجه میکنند که بل. ما اخلاق نیکو داشته باشیم، در حالی که اخلاق زیربنای شخصیت یک فرد را تشکیل میده. اگر فرد دارای شخصیت مناسب نباشه، شخصیت نباشه که مورد پسند مردم، جامعه و در مجموع هم افرادی که با اونا سر کار داریم باشه، در مجموع ما نمیتونیم شخصیت خود به اونا ثابت بسازیم. در مجموع از شخصیت ما اونا یک برداشت درست نمیداشته باشن. به همین دلیل است که داشتن اخلاق نیکو لازمه یک شخصیت، لازمه فردی همگی ما هست که ما باید دارای یک شخصیت نیکو باشیم. و چگونه ما میتونیم دارای شخصیت نیکو باشیم؟ زمانی که ما بتونیم یک خلق خوش، یک اخلاق نیکو را از خود تبارز بدیم. در صورت ما میتونیم که یک فردی باشیم که شخصیت ما ثابت شده باشه، چرا که اخلاق ما نیکو است، اخلاق ما زیبا است. بله دقیقاً. و یک سوالی که همیشه اگر استادای مکتب در نظر بگیریم، استاد عزیز باز میگفتن که خب اینی شاگرد بی تربیه است یا اخلاق نداره، باز میگفتن این ارتباط میدن به فامیل و این مسائل. بله میخوام میره پرسان بکنم که چقدر ارتباط داره اخلاق با تربیه فردی؟ بدون شک زمانی که ما به از خانواده حرف میزنیم، نخستین مکانی که طفل تربیت میشه طبیعی است که خانواده است. یعنی اساس و زیربنای تربیت یک فرد خانوادهش تشکیل میده. اگر در خانواده اثر والدین فرد شروع، اگر در بعضی فامیل ها پدر کلان ها و مادر کلان ها و یا عمه ها و کاکا ها هستن و یا هم خواهر بزرگتر یا هم برادر بزرگتر هستن، اگر اینا دارنده اخلاق درست باشن، یعنی بتانن یک الگوی عملی خوب بر طفل باشن، طبیعی است که اخلاق بالای او، اخلاق اونا بالای تربیت و اخلاق طفل هم تاثیر میگذاره. این یک بحث واضحه از قسمی که شما گفتید. اکثریت به این فکر هستن که کسی که دارای اخلاق نیکو نبود، به این معناست که فامیل او چنین اخلاق را نداشته. یعنی فامیل از این همین قسم یک الگو برش بوده که همین قسم یک اخلاق را به او فهمانده و به او یاد دادم. بنابراین فامیل های عزیز و محترم باید خیلی محتاط باشند. از دانه دانه کارهایی که میکنن، از ذره ذره اعمالی که اونا انجام میتن، اطفال اونا الگو برداری میکنن. زمانی که طفل یک الگوی درست داشت، طبیعی است که خودش هم دارنده یک شخصیت مناسب میشه، یک شخصیت نیکو میداشته باشه. قسم اگر که الگویی که از او استفاده میکنن دارنده اخلاق درست بود، طبیعی است که اخلاق طفل هم درست میشه. او طفل زمانی که باز در جامعه رفت که نخستین امو اجتماع کوچک اگر مکتب باشه یا جمع دوستانش باشه، اخلاق نیکو از خود تبارز میته. کار اساسی و یا هم پایه اساسی تربیت و اخلاق طفل امو خانواده است که باید خانواده است. به ویژه والدین محترم خیلی باید محتاط باشن، توجه بکنن به این. بله دقیقاً کاملا درست. و استاد عزیز اگر شما اشاره داشته باشین در رابطه با اینکه چقدر میتونه اخلاق نقش مستقیم بر فردیت انسان داشته باشه، یعنی ارتباط مستقیم بر شخصیت انسان ها، بر رفتار انسان ها، از دیدگاه شما ارتباط مستقیم داره و یا خیر؟ طبیعی است که اخلاق ما ثابت کننده شخصیت ماست. قسمی با در بحث اول هم گفتیم. بله. یک فرد اساس و زیربنا یک جامعه است. یعنی یک جامعه نخست از یک فرد تشکیل میشه، بعدا از اجتماعات بزرگ و بعد تعقیب از او از کشورها و جمعیت های بزرگ. اگر که فرد در یک جامعه داره اخلاق نیکو باشه، به این معناست که او فرد میتونه اما افرادی که در اطرافش هستن، دوستایش باشه، هر اون همکارش باشه یا هر کسی که باهاش سر کار داره باشه، اخلاق او بالای اونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم چه بخواهد چه نخواهد تاثیر میگذاره. قسمی که همه ما تجربه شخصی ما هم بوده و در جامعه هم میبینیم، اگر کسی با دوست سر کار داره، با افراد سر کار داره که اونا دارنده اخلاق درست هستن یا اشخاصی هستن که حداقل یک الگوی درست عملی بوده میتونن، پس او فرد یک شخصی است که داره یک شخصیت مثبت میباشه. ولی متاسفانه افرادی که با افراد بد سر و کار دارن،
که خوی خلق ناپسند دارن و یا شخصیتشان بعضی نواقص را دارن، این هم مواردی است که در شخصیت یک فرد تاثیر زیاد را میگذارن. بنابراین شخصیت ما در جامعه ثابت کننده و یا همو نمایانگر اخلاق ما است. اگر اخلاق ما نیکو بود، ثابت بود، اخلاقی بود که مورد پسند انسانیت بود، فطرت انسانی چیزهای نیکو را میپذیره. بنابراین اخلاق شخصی که نیکو باشه مطابق فطرت انسانی است. ولو که فرد بگه که من این اخلاق را دوست ندارم، این نوع اخلاق را دوست ندارم، این نوع را دوست دارم، بازم فطرت انسانی قسم است که با امو پدیده های عالم قدس عادت داره، خو داره. به نحو این اخلاق نیکو یا اخلاق زشتی که صورت میگیره بالا تاثیر میگذاره، تاثیر گذار است. بله دقیقاً. و اگر در رابطه به این صحبت داشته باشیم که چقدر اخلاق کمک میکنه انسان ها را تا اینکه جایگاه بهتر در اجتماع داشته باشند، رفتار انسان ها در جامعه سبب میشه که اونا به خود جایگاه اجتماعی کسب بکنن. اگر فرد میخواد یک جایگاه درست اجتماعی داشته باشه، باید است که شخصیت درست داشته باشه. شخصیت درست چه چیزا رو در پی داره؟ شخصیت درست، رفتار درست، منش درست، کردار درست را در پی داره. این موارد که در یک انسان بود طبیعی است که در جامعه هم فرد میتونه به خودش مقام کسب بکنه، میتونه که شخصیتش ثابت بسازه. بنابراین کسی که میخواد در جامعه داره یک مقام و یک منزلت مناسب باشه، یعنی نه که بسیار مشهور باشه در جامعه، خب طبیعی است که همگی این موارد ممکن در نظر بگیرن، ولی ثابت شدن شخصیت یک فرد در جامعه و یا هم ثابت بودن شخصیت یک فرد در جامعه همه موارد هستن که مستقیما ربط میگیره به خوی اخلاق یک فرد در جامعه. اگر این فرد یک شخصی باشه که اماره با مردم به نرمی صحبت بکنه، موارد اخلاقی و یا آداب معاشرت را در نظر بگیره، با مردم انگام معامله، انگام مصافحه یا هر موضوع دیگه، بنابراین شخص میتونه که شخصیتش، مقامش و جایگاهش در جامعه ثابت بسازه. ولی برعکس اگر فرد دارنده یک اخلاقی باشه که ضعف‌هایی در وجود داشته باشه از لحاظ معاشرتی، از لحاظ اخلاقی یا از هر معیاری که در انسانیت وجود داره، نه ضعف‌ها و نقطه‌هایی داشته باشه که نتونه او را به دیگران ثابت بسازه، بنابراین این یک مسئله واضحه است که اونا نمیتونن دارای یک شخصیت ثابت در جامعه باشه. بله دقیقاً. با یک سوالی که استاد گرامی همیشه همواره تمام اشخاص به ذهن خود دارن و میخواین که با مقابله بکنن، یا یکی از اعضای فامیلشان متاسفانه که رفتار زشت داره، نمیگم بد اخلاق هستن، رفتار ناخوشایند دارن با اطرافیان خودشان، همیشه دنبال ازی هستن که راه درست را پیدا بکنن تا اونها را متوجه بسازن، از دیدگاه شما ما چیگونه میتونیم که اخلاق بد اطفال یا فرزندان خود تغییر بدیم و عادت هایشان را تبدیل بکنیم به عادت های خوب و راه های درست و اخلاق نیکو؟ سوال خیلی درست و بجا است. ای که درست است که یک فرد ممکن ضعف های اخلاقی داشته باشه، ممکن که فرد در اجتماعاتی که مورد تربیت قرار گرفته اجتماعات درست نبوده، ممکن افرادی که تحت تربیتش این فرد بوده درست نبوده، ولی به این معنی نیست که او فرد ما تا آخر بگذاریم که فرد باشه که ناپسند باشه اخلاقش، رفتارش، کردارش، گفتارش، منشش. ما باید روی اینا کار بکنیم و این مسئولیت بزرگی است که به دوش کیها هستند. بعد از خانواده یک فرد، نخستین جامعه اجتماعی که یک طفل، یک کودک در او پا میگذاره و یا هم با اونا سر کار میداشته باشه، اما دوران تعلیم و تربیت او طفل در مکتب است. اگر از دوران کودکستان و آمادگی این مسائل شروع شود تا زمانی که مکتب را تمام میکنه و پوهنتون را تمام میکنه، تحصیلات عالی میرسه، اینا موارد هستند، اینا جایهای هستند که این افرادی که در اینجا هستند، مخصوصا معلمان گرامی، میتونن برای شخصیت طفل تاثیر بگذارن. در مکاتب متاسفانه امروزه به نکته هایی که توجه میشه فقط مسئله تعلیم طفل است. درست است تعلیم جایش داره، ولی تعلیمی که باز به تربیت بود او تاثیر برای فرد نمیگذاره، او منفعت برای فرد نمیگذاره. او تعلیمی که فرد به انسانیت نرسان، تعلیمی که فرد به معرفت خودش نرسان، او تعلیم منفعت نداره. بنابراین درست است ما متاسفانه در افغانستان، مخصوصا در جامعه افغانی ما، فامیل های داریم که به تربیت اطفالشان توجه آنچنان ندارن. الان که از مشکلاتی است که در افغانستان وجود داره، خب بر دلیل یک است، ولی بر صورتش افرادی که بدون یک تربیت سالم به جامعه تقدیم میشن، بعد از فامیل افرادی که در جامعه هستن مخصوصا معلمان خیلی در تربیت اطفال باید کوشا باشن، چون که مسئولیت اساسی و مهم به دوش اونا است. اگر اونا کوشش بکنن، اگر اونا تلاش بکنن، اگر اونا به معنای واقعیش مسئولیت و رسالتشان را درک بکنن و عملی بکنن، اونا میتونن که از فرد، از شخصیت طفل یک شخصیت بسازن
کاملا شخصیت متفاوت از اینکه برشان ارائه شده بود زمانی که مثلا وارد کودکستان شد یا وارد مکتب شد. بنابراین معلمان عزیز باید خیلی تاثیرگذار باشن و این از جمله راههایی است که ما میتونیم بر طفل تاثیر بگذاریم، بر اخلاق یک فرد تاثیر بگذاریم، چرا که زمان طفولیت مغز طفل در مجموع مثل یک صفحه کاغذ ور سفید میمونه. هر اون چیزی که ما در سفید بنویسیم او چیز در اون میمونه. دقیقاً. بنابراین اگر در مغز طفل، در ذهن طفل چیزهای نیکو ثبت شود، او در ذهنش جایگاهش همتون میمونه. ولی اگر متاسفانه ما طفل را بگذاریم که این طفل خانوادهش رو تربیت درست نکرد، در کوچه با دوست و با رفیقش خب رابطه درست نداشت، یا که اونا هم سرش تاثیر گذاشتن، اخلاق نیکو هم اونا نداشتن، همین قسم در مکتب معلم ها توجه نکنن، در نتیجه از شخص خود یک شخص بار میآید که مضر است بر جامعه. دقیقا. ما باید توجه بکنیم. بله. اگر در یک نکته نه، در یک نکته ما باید بر شخصیت افراد تاثیر بگذاریم. بله دقیقا. و مرخم که استاد گرامی تاکید داشتن که ما با افراد البته سر میخوریم که اونا مشکلات دارن در زندگیشان، حالا هر مشکلی که باشه اگر ما برشان توجه بکنیم، حمایتشان بکنیم، همراهیشان بکنیم، ما میتونیم عادتهای بسیار زیاد وخیم و بد افراد را تغییر بدیم. با اینکه ما دلداریشان بدیم که شما میتونید تغییر بکنید، میتونید در زندگیتان راه های درست را پیدا بکنید. و این را باید داشته باشین که هیچگاه انگشت انتقاد به سمت کس بالا نکنین، همیشه کوشش بکنین یار و همدمش باشین و همیشه برش یاری بدین که شما میتونید تغییر بکنید. واقعا زیبا، بسیار زیاد تشکر. شما سلامت باشین استاد گرامی از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه. بحث بسیار زیاد عالی بود. به عنوان آخرین گفتنی از شما میشنویم و اگر شما کدام حرف و صحبت داشته باشین و جمع‌بندی باشه از شما میشنویم. ممنون، سپاسگزار از شما و این فرصتی که مساعد میسازین تا اینکه چند لحظه با بیننده ها و عامه ما باشیم و او حرفایی که داریم رو با اونها بگوییم. ممنون، سپاسگزار از شما هستیم. شما در آخر منیس آخرین حرفای خود میخوایم بگوییم که ما من عیس افرادی که در جامعه زندگی میکنه، من عیس افرادی که به نحوه بالا شخصیت افراد تاثیر داریم، چی به طور مستقیم، چی به طور غیر مستقیم، چی به طور خواه، چی به طور غیر نخواه، ما باید که بالای اونا کار بکنه، بالای تربیتشان، بالای شخصیتشان، بالای ای که چیگونه بتونیم اونا رو یک الگوی عملی مثبت بر جامعه تقدیم بکنیم. این مسئولیت تک تک ماست که باید از این موارد ما پا دور نکشیم و همیشه در پای امین محور امورا در پای تربیت اطفال جامعه خود باشیم. بله، ممنون از تشکر. شما سلامت باشین، یک بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشین. خوش سلامت باشین. ما هم تشکر میکنم از شما وطن نهایت مهربان و امید دارم از این بخش های شام یک لذت ببرین و ما هم همواره کوشش میکنیم که سطح آگاهی شما عزیزان را بلند ببریم و شما هم همیشه تلاش بکنین دستگیر باشین برای عزیزانی که نیازمند به همراهی شما هستند. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، در ادامه شام یک را فراموش نکنین. مثل کتاب شخصیت داشته باش، خاموش اما پرمعنا. بازم خوش آمدیدین بیننده های خوب شامی یک. در بخش سخن زن قرار داریم و طبق معمول در این بخش ما میزبان خانم های نخبه و فعال می باشم که امشب همچنان خوشبختانه کنار خود یک دختر خانم موفق و فعال را دارم، دختر خانم جوان با استعداد که تانسته با سن کم خود کاروبار تجارت را آغاز بکنه و موفق شد. مهمتر از همه، خب بنده های عزیز، در این بخش ما خانم حسنا سادات را کنار خود دارم که تجارت پیشه هستند، قسم گفتم در سن کم به کار آغاز کردن. حضور شما به برنامه خوش آمدید میگم. سلام حسنا جان، شما بخیر. با عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون یک و تمام کارمندان گرامی شبکه یک، انشالله خوب و صحتمند و دور از گزند روزگار باشید. حسنا سادات است و مؤسس یکی از برندهای خصوصی در افغانستان. نام خدا، یعنی برند هم داری نام خدا. بله. بسیار خوب، شام را چگونه آغاز کردی حسنا جان؟ روز بخیر گذشت؟ روزا همیشه بستگی به خدا آدم داره. بله. هر روز را که جریان صبح یک انسان به خوبی و خوشی آغاز کنه، حتما تا پایان شام، تا پایان شب هم زیبا می باشه. تا فعلا خوش گذشته. دقیقا، بسیار خوب. حسنا جان، خودت با سن کم تونستی که یک برند داشته باشی، از این بگو که از کجا آغاز کردی که امروز یک برند داری؟ خب من در سال 2024 برند ما به کار
آغاز کردم که در اول واقعا اونقدر موفق نبودم چون هم سنم بسیار کم بود و هم درسی چیزا نمیفهمیدم، اما با مرور زمان در سال 2022 توانستم که موفقیت های بیشتر به دست بیارم و از صفر شروع کردم و حالم ده 80% رسیدم. سال 2022 شروع کردی؟ 2020 شروع کردم ولی 2020 توانستم که موفقیت ما به طور کامل به دست بیارم. بسیار خوب. حسنا جان ازی بگو که با چی مقدار سرمایه آغاز کردی؟ سال 2022 تقریبا 4 سال میشه خودت فعالیت داری. تو 2022 نی با مزرعه 2020 گفتی آغاز کردی و کارت در سال 2002 رونق گرفت. خب 4 سال، از 4 سال تجربه‌ت بر ما بگو، چی خاطرات داری، چی تجربه‌ای که داری بر ما شریک بساز. خب من در اول با هزینه کم با 10000 افغانی شروع کردم که به نظر خودم یک کار ناممکن میامد، اما در اول قدر مشتری ما زیاد واقعا نداشتیم و روز به روز وقتی که مشتری ها کیفیت کار ما را دیدن و زیادتر شهرت پیدا کردیم بین مشتری ها، او وقت ما خدا را شکر توانستیم که بیشتر در یه عرصه موفق شویم. بسیار خوب. در کنار آدرس فیزیکی تان، فروشات آنلاین تان چطور است؟ فروشات آنلاین دارین یا خیر سفارشات را دریافت میکنه؟ بله زیادتر سفارش های ما آنلاین میباشه، بیشترش آنلاین است. بسیار خوب. باز به همه ساهای کابل سفارشاتتان را میتونین ارسال بکنین؟ به ولایت چطور؟ سفارشات ولایتی همچنان داری؟ بله ما هم در داخل کشور و هم در بیرون از کشور میتونیم سفارشات ما را برسانیم. بسیار خوب. بخش های دلیوری ما هستن و وقتی که میخواییم به بیرون از کشور برسانیم از طریق شرکت کارگوم به آنها ارسال میکنیم. بیشترین سفارش را که خارج از کشور دریافت میکنین کدام نوع لباس ها است؟ به صورت عموم تا جایی که میدانیم لباس های افغانی است، چون کسانی که از وطن دور هستند دوست دارن از لباس های اصیل و محلی وطن خود ما استفاده بکنن، چگونه است؟ دقیقا مثل که خودتان گفتین در اونجا قدر لباس های افغانی نیست، باز اونها سفارش میتن در پیج ما که میبینن بیشترن لباس های سنتی را سفارش میتن، اما اکثرا لباس های به محفلا مثل شینی خوری مینان هم سفارش میتن، چون در خارج از کشور او انانات را که ما در اینجا داریم اونا ندارن، باز بختر از اونمو سفارش میتن لباس های محفلی بیشتر. بسیار خوب. استاد جان امرای خودت به چی تعداد خانم ها مصروف هستن؟ خب ما که یک کارخانه قرارداد کردیم که 25 نفر پرسنل در اونجا هستن، اونا هم مشغول کار هستن و در ضمن از اون بعد کسانی که بی‌بضاعت بودن، دوستای خودم و دیگر کسا، هر یک نمایندگی را برشان دادیم، اونا میتونن مدیریت کنن از نمایندگی. بسیار خوب. اسنا جان خودت با جواز فعالیت میکنی یا در عدم موجودیت جواز فعالیت میکنی؟ خب ما میخواستیم یک فروشگاه را باز کنیم، اما متاسفانه که جواز گرفتن نتونستیم، چون به خاطر که خودتان میفهمین تحولاتی که فعلا از در افغانستان به خاطر به دختر خانم ما مخصوصا کسایی که جوان باشه اصلا اجازه کار نمیتن، باز به خاطر از اونم کلا از فروشگاه صرف نظر کردیم، فعلا تنها فروشات ما آنلاین است. بله یعنی تصمیم نداری که یک آدرس فیزیکی مشخص با جواز و همه امکاناتی که است خودت داشته باشی و عمتانان از این ما بتانن از آدرس فیزیکی شما همچنان خیرداری بکنن؟ تصمیم خود دارم، اما قسمی که خودتانم بهتر میفهمین در افغانستان فعالیت به طور آزادانه نمیشه. بله. اگر شود تایی چند سال بعد میخواییم انشالله در خارج از کشور یک فعالیت داشته باشیم. بسیار خوب. عزیزی بگوین که با نمایشگاه ها اشتراک میکنین؟ تا فعلا خود اشتراک نکردیم، خودم شخصا اشتراک نکردیم، ولی کسایی که در او کارخانه کار میکنن سفارش ها بیارن میبرن به نمایش میگذارن، خودم تا فعلا اشتراک نکردیم. اسنا جان دوست داری که یک روز تجارت را که امروز گفتی سال 2020 شروع کردی در کجا ببین، در کدام جایگاه؟ من از زمانی که تجارت ما شروع کردم اگرچه در نظر بعضی ها یک کار ناممکن می آمد، ولی من باز هم هیچ وقت از تلاشم دست نکشیدم، چون این تنها رویای ما بود. از همون وقتی که من شروع کردم تا به حال موفقیت را به دست آوردیم و انشاءالله در آینده می خواهیم بیشتر از این پیشرفت کنم. بسیار خوب. بسیار خوب بستان جان، بر آرزوی موفقیت دارم. از دید خودت تجارت خودت امروزه رونق پیدا کرده یا دیگه هم می خواهی که پیشرفت داشته باشه؟ تا امروزه که 80% پیشرفت کرده، ولی 20% دیگه هم میخوایم کامل شود. خدا 80% شود. فیصدی بسیار زیاد است. انشالله که 20% دیگر همچنان بتانی به دست بیاری. و تا جایی که معلوم میشه دوستا اسنا جان پولدار هستن و فروشاتشان همچنان زیاد است. چطور همین قسم است؟ خب متوسط است، نه در سطح های بالا و نه در سطح های پایین، خدا را شکر
در سطح متوسط. بسیار خوب. در قسمت سفارشات آنلاین یک نفر مسئول مشخص باید باشه که همه کارا رو منیجمنت بکنه و به همه کارا رسیدگی بکنه. خودت رسیدگی میکنی یا از همکارات کسی هست که رسیدگی بکنه؟ در بخش فروشات آنلاین چون فعلا ما هیچ فعالیت فیزیکی نداریم، خود منیجمنتش میکنم. چون همکارا که هستن حتما یک مشکل از پیشان سر میخوره، اما خودم باز به دل جمع کارم میکنم و هیچ مشکلم پیش نمیایه. بسیار خوب. اسنا جان، در مورد ای بگو که در کناری که تجارت میکنی دیگه مصروف چی کار و بار هستی؟ در مورد تحصیلات تمه بر ما بگو. خب در سالهای قبل که امارت اسلامی آمد من نتوانستم که به تحصیلات ادامه بدم. تا یک جایی را ادامه دادم، آرزوهای زیاد داشتم، اما بعد از بسته شدن در مکاتب که خودم هم صنف 12 بودم نتوانستم که شهادت نامه بگیرم. اما بعد از او هم ادامه دادم، در بعضی از آموزشگاه‌های خصوصی زبان انگلیسی را فرا گرفتم. انشالله که به آرزو و اهدافت برسی و همه دختران سرزمین ما بتانند به امو جایگاه و امو اهدافی که تصمیم دارن از نگاه تحصیلی و از نگاه کاری شغلی به همه اهداف خود برسند. اسنا جان، از اهداف و پلانها و گامهای پلانهای آینده بر ما بگو که چی اهداف و پلانها در آینده داری؟ میخوایی که خودت را یک روز در کجا ببینی؟ خب ما از دوران طفولیت آرزویم بود که یک روز بتوانم چپن دکتری را به تن داشته باشم، اما متاسفانه از زمانی که حکومت اسلامی آمد اصلا همه دختران افغان ناامید شدن. اما یک روز میخواهم که در خارج از کشور تحصیلات من ادامه بتم و همچنان به برندم رسیدگی کنم. بسیار خوب اسنا جان، اگر حرف گفتنی در آخر داشته باشی کمرای ما در خدمت است. اولا تشکر از خودتان که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین و پیام آخریم این است که زندگی همانند یک کتاب است که هم فصل‌های خوب و هم فصل‌های بد دارد. پس در فصل‌های خوب ما همیشه باید شکرگزار خداوند متعال باشیم. و از بایسبانی هایی که سبب این روزهای خوب شده همیشه سپاسگزار باشیم و هنگامی که فصلهای بد زندگی ما فرا میرسن همیشه باید صبور باشیم، صبر و توکل پیشی خود کنیم. و اگر ما در اون قسمتی که فصل بعد زندگی ما متوقف باشیم نمیتوانیم که کتاب زندگی خود را ورق بزنیم و هر این ناممکن است که بتوانیم آینده ما را ببینیم. بسیار خوب اسنا جان، و لباسه زیبایی را که در برنامه همچنان آوردی در مورد اینا همچنان بگو که کار دست هستن یا ماشین؟ خب لباس سبز که است چرمدوزی است و تمام موادش هم از خود داخل کشور ما خریداری میکنیم. دیگه فقط ما بعضی آینهای داخلش که همش کار دست نباشه. بسیار خوب. و در مورد لباس گلابی که اونجا موقعیت دارد در مورد اون بگو؟ اون لباس گلابی که هست همچنان دایشو قدر پرکاری نشده، فقط در قسمت که خنش بعضی از جاهای اندکش است که کار دست است. و دیگه او را هم همچنان تمام موادش از داخل خود کشور ماست. بسیار خوب، تشکر استاد جان، سپاس از حضورت در برنامه. سلامت باشین. سلامت. خب بیننده های عزیز، این بود بخش سخن زن که ما تقدیمتان کردم. امیدوار هستم که مورد توجه و پسند شما همچنان قرار گرفته باشه. شما دوست هم اگر دوست دارین یک شب مهمان شامی یک باشین، شماره تماس واتساپ که زیر اسکرین های تلویزیونتون ظاهر میشه 0730-290-175 میتونین به شماره واتساپ پیام بگذارین. همکاران ما حتما با شما با تماس خواهد شدن و یک شب مهمان شامی یک خواهد بودین. فعلا هم رفت و برگشت و کوتاه داریم، از شما دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه که همکار خوب مریم زریاب تقدیمتون خواهد کرد همچنان بیننده شامی یک باشین. باز هم برگشتیم، در بخش کودک قرار داریم و تشکر بسیار خاص و ویژه دارم از همکاران عزیزمان که پشت صحنه همیشه تلاش میکنن، زحمت میکشن و واقعا خسته هم شدن چون هوا بسیار زیاد گرم هست، ولی من یک جهان سپاسگزار هستم ازشون که همیشه تلاش میکنن تا این بهترین ها را تقدیم حضور شما بکنیم. در بخش کودک قرار دارم، مهمان عزیز و کوچک و نازنین را در کنار خود دارم، منتظرش زیاد نمیمونیم، بریم به طرف زهرا جان عزیز که بسیار قندول هم شده امشب. سلام، وقت بخیر زهرا جان عزیز. سلام، خوبی؟ صحتت خوب است؟ خیلی خوش اومدی. خوش باشه. زهرا، برای من گفتن که بسیار خود شوخ هستی دیگه. حالا اینجا چطور که یک رقم عاجزک هستی ها؟ چه رقم زهرا؟ خوب هستی؟
بله. سلام تقدیم بکنم خدمت عزیزانی که می لحظه خودت می بینن، باز من خود صحبت می داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله، من زهرا عزیزی متعلم صنف 5 و یک سلام دیگر تقدیم می کنم به تلویزیون یک که ما را از پرده تلویزیون بیننده هستند. بسیار تشکر. علیکم سلام، من هم از طرف تمام عزیزایی که خودت بیننده هستن علیک میگیرم. امید دارم خودتم خوب باشی. خوب است ان شاء الله؟ بله. صحتت خوب است؟ بله. ایجاب چقدر مقبول میگید؟ شمیتم مقبول. نظر کی هست که ایره برات انتخاب کرده؟ من دیگه خواهر بزرگت هستا؟ خواهر داری بزرگتر؟ بله. چند دانه؟ یک تا. یک دانه؟ چقدر خوب. من هم متاسفانه که خواهر ندارم، ولی خودت خواهر ما میشی؟ بله. میشه خواهرم؟ با زینال خواهرم شدی؟ من اینجا که برنامه خلاص باید بری دیگه امرای مخانه. یلدا جانم میگه خواهرت مستم، فکر تا بگیری. دو دانه شد دیگه یلدا جان. امرای ما و خود سه دانه زهرا جانم است. چطور زهرا؟ سه خواهر شدیم. سه ایست؟ باز دل میکنی از خواهر کلانت؟ نمیکنی؟ چقدر دوست داری خواهر ده؟ بسیار زیاد. کم دیگه صحبت که با انرژی؟ بسیار زیاد. زیاد دوستش داری؟ چی گفتنی برش داری؟ کدام حرف خاص ندارم. مثلا دوستش داشته باشی، یک پیام برش بگویی، یک آرزو برش بکنی، این میال فرصت است. برای ازای کمی لحظه خودت بیننده هستن چی گفتنی داری؟ هم سینفی اکایت خودت میبینن یا دوست اکایت؟ هیچ گفتنی نداری؟ خواه زهرا جان، در مورد رنگ های دلخواهیت برای ما بگو. سیاه. رنگ سیاه را دوست داری؟ به به، مام سیاه پوشیدیم. رنگ چپن مرا دوست داری؟ خوبه. سیاست دیگه. رنگ سیاه میشه استفاده میکنی؟ بله. چی ویژگی داره رنگ سیاه بر خودت؟ خاص است؟ ما بس رنگ سفید هم زیاد دوست دارم. مام دارم. خودت هم دوست داری؟ رنگ زرد چطور؟ نه خیر. رنگ زرد دوست نداری؟ اینا دیزاین شام یک را نپسندید البته. افکار بالاشتر ما را تغییر بتین دیگه. چطور؟ اما زیبا معلوم میشه نی؟ بله. دستیج ما را خوش داری؟ بله. احا. از غذاها چی را دوست داری زهرا جان؟ بله. از غذا؟ تو بین غذایی که مادر جانت همیشه باید آماده میکنه. لوبیا. لوبیا را زیاد دوست داری؟ چقدر چیزهایی که خودت دوست داری زهرا جان، با ما از ما و خودت همیشه کلش یکسان است. هیچ رقم رنگ هم ما و خودت یک رقم دوست داریم، لباس هم و البته غذاها را ما و خودت بیخی خواهر هستیم. چطور؟ بله. خواهر هستیم دیگه. بعد ازی؟ خواهر. باز برای من غذا آماده میکنی؟ غذا پختن یاد داری؟ هیچ یاد نداری؟ یک مهمان کوچک داشتم زهرا جان، چند وقت پیش در بخش کودک آمده بود، گفت من زیاد آشپزخانه میرم، اگه غذا گفت آماده میکنم. باز من ازش وعده گرفتم، گفت که من برای چپس تخم پخته میکنم چون من زیاد دوست دارم زهرا جان. باز بعد از برنامه رفتیم، اینقدر خوبم آماده کرده بود. خودت چطور که یاد نداری؟ البته خواهرت هست حتما. تخم چپس یاد دارم. تخم چپس یاد داری؟ خب چقدر خوب. کاش که من پیش از پیش همراه خودت هم آهنگ میکردم، میآوردی برای من. باز پخته میکردی؟ بله. باز مادر چیز نمیگید که مثلا چرا غذا را میبری جای دیگه؟ نمیگه. مکتب باز چطور است؟ ازم سیگوی اگه کایت قسک رو دوست داری در مکتب کمراش یا خورخانده داری قسم میکنی امراش در مکتب یا نه؟ آه دارم زیاف هست. در بین بازی هایی که در مکتب امرای دوستکایت انجام میدی کدام بازی را زیاد دوست داری؟ گیم. گیم. گیم بازی میکنی؟ مثلا چی هست؟ محتویاتش چی هست؟ این مثلا سفرگاه این چیزا. خب بسیار خوب. یک رقم بازی دیگه هم بود زهرا جان، میگرفتیم قلما رو مکمل یک جای میکردیم از چند نفر، بازی رو میگه قم میگرفتیم پرتابش میکردیم، باز آستا آستا بای تو از یک دیگه جدا میکردیم که شور نمیخورد از یک دیگه. این رقم بازی رو خود انجام میدید دوران مکتب؟ ها. خب یاد داری دیگه؟ اگه باز مثلا این رقم یک گیم بر خود آماده کنیم بازی کرده میتونی؟ بله. خیلی بعد از برنامه حتما برتی که ما آماده میکنیم. سیس چند نمره هستی در مکتب؟ اول نمره. اول نمره هستی؟ به به، چقدر خوب. کدام مضمون دوست داری زهرا جان؟ انگلیسی و ریاضی. انگلیسی و ریاضی. خب باز بر انگلیسی خودت معرفی کرده میتونی خودت؟ میتونم کم. میتونی کم؟ خب بریم یک کمک شب بشنیم از خودت. آماده هستی؟ بله. بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. Hello, how are you? My name is Zahra. My father name is Mir Hafizullah. My last name is Azizi. I'm from Afghanistan. بسیار عالی، بسیار عالی. چقدر خوب، چقدر زیبا. در بین استادت کی زیاد دوست داری زهرا جان؟ استاد ریاضی ما. چی ویژگی داره استاد ریاضی؟ مهربان است مثلا یا در درس وقت کمک میکنه، نقل میتاد امتحان، برای چی ویژگی داره؟ در امتحانات نقل داده برام،
دیگه میتن برتون نقل آ استاد باز بسیار گارد میگیرن نه رقم باز مهربانی خدا یک گوشگک میمونن میگن باز امتحان کاتر مهربان میشیم و رقم است خب صحیح در مزامین مکتب چی بر خود زیاد مشکل است که نمیتونی مثلا در امتحان زیادتر بر شما دگی بگیری پشتو ساینس زبان پشتو باز نگرانتون خب مربوط به مضمون پشتو تا نمیشه نه چی برتون درس میتن سپورت سپورت برتون درس میده دوستش داری خوبه خوب است قدر زیاد نه میال خود تا بیننده است باز مکتب میری چی کار میکنی زهرا جان تو قدر دوستش نداری خدا رو نمیگم آها چی اعترافه زهرا جان بسیار با جرأت از دگاه ابو رقم است خب زهرا جان ما برنامه شما یک ترانه خیلی زیبا آماده ساخته چه خوب است که بریم بسازه دلنشینش بشنویم و لذت ببریم آماده هستی زهرا جان بله آفرین بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم یک شعر درباره قلم قلم هم قدرتی دارد بریشه قلم هم قدرتی دارد بریشه نوشتن هم فرصتی دارد بریشه نوشتن هم فرصتی دارد بریشه طوفان از بدترین ابزار جنگ است طوفان از بدترین ابزار جنگ است قلم اینجا قوی تر از تفنگ است قلم اینجا قوی تر از تفنگ است قلم سرمایه هر جوانان است قلم سرمایه هر جوانان است قلم معشوق پاک هر جوان است قلم معشوق پاک هر جوان است بسیار علی به به چقدر زیبا چقدر صدای زهرای شیرین زیبا و شنیدنی هست زهرا خودت قلمت چقدر دوست داری؟ من قلم خود از زیاد دوست دارم ما خودت چقدر دوستش داری؟ زیاف قلم ثروت است؟ بله خودت به کجا میرسانی قلم؟ قلم قلم در هر جا یادم میرسانه اها خودت دوست داری که از یک قلم بالاخره استفاده کرده و داینده چی شوی؟ دکتر دکتر میخوایی شوی کدام بخش از زیاد دوست داری؟ بخش مثلا میخوای دکتر چی شوی؟ دکتر دندان، دکتر قلب، دکتر نسای ولادی، کدامش؟ قلب دکتر قلب میخوایی شوی خود چقدر خوب باز اگر من خدای نخواسته که مریض شم تا او وقت باز خود من تداوی میکنی؟ بله از من فیس میگیری؟ فیس نمیگیری؟ باز نشه وقت بیاییم باز هر چی خبر بودیم در شام یک شب میمان ما بودی زهرا جان باز همکار میگه یلدا جان به گوشم میگه تو وقت پیر میشی مریم جان نمیشناسید باز خیلی ثبوت این برنامه را میارم خب راست میگن والا همکارا تو وقت شاید من پیر شوم ما شاید نه که میشم دیگه حتما چطور زهرا جان همکارا دیگه آفرین یلدا جان آفرین همکار ما بسیار دیگه شوخ است ماشاءالله خب زهرا جان باز فیس میگیری از من نه خیر نمیگیری اما تو رایگان مرا تداوی میکنی باز از خیشان اقارب خودم بیارم چطور نمیگیرم نمیگیری آفرین آفرین زهرا جان عزیز انشاءالله خودت به تمام آرزوهایت برسی عزیز من در بین اعضای فامیلت کی زیاد دوست داری زهرا مادر جان و پدر جان مادر پدر جان چرا باز اسم خواهرت نبود شما رو دوست دارم دیگه اینا مریم زیاد دوست داره نام خواهرت چیست مریم مریم است؟ اوه چقدر زیبا اینه دو دان مریم شد باز من را زیاد دوست داری؟ من برای زیاد محبت دادم دیگه در برنامه نام را باید بگینی من را زیاد دوست داری یا خواهرت؟ هر دیتا نه یک مار انتخاب کن خواهر دیتا دیگه نه یک مار انتخاب کن من یک گزینه برات میتم یک مار شما مرا؟ خویی بخاطر از این نبود که شما یک کسی پیش مریم هستی ها؟ باور کنم دیگه راست میگی؟ صحیح ها درست است باز مگم خانه که رفتی دیگه خدا یار جانت نخیر اگه مریم جان آزارت داد چی؟ نخیر خب گفتنید به دختر خانم های کم سن سال خودت از چی است؟ پیام خودت درد بخونم و تا که یک جای برسن خب خود صنف چند استی عزیز من؟ پنج صنف پنج استی چی آرزو برای خودت داری؟ میخوای در کجای زندگی خودت برسی؟ از آرزوهای کودکانیت برای ما بگو بسیار بلند رفته برم بسیار پلان داری چی مثلا پلان داری چی میخوای شوی در آینده یا تلاشای خود چی از برای زندگی خب زهرا جان عزیز کارتونی میبینی بله کدام کارتونی رو زیاد دوست داری سندریلا سندریلا واه واه بشک خودم سندریلا واری است یا رقم مقبول ناز و شیرین میفهمی من کدام کارتونی رو زیاد دوست دارم زیادم دیدیمش کدام کارتونی است یک حدس بزن نفهمیدی
یعنی دیگه چه رقم خوهرسی مرایت نمشنسی؟ زهرا جان، من کارتونی موش پیشک از یاد دوست دارم، بسیار خنده دارم، از جالب هم مثلا خودت دیدی دیگه کارتونی موش پیشک. موش دوست داری درو کارتونی یا پیشک؟ پیشک. پیشک از یاد دوست داری؟ خیمو رقم خودت هم اتمن تیز چالاک هستی دیگه بسیار، به خاطر که پیشک بسیار یک نقش خوبتر داره. چطور؟ دیگه کدام کارتونی ها را زیاد دوست داری؟ سندلیلا موش پیشک دیگه هم. خواه، برای سامی علاقه مند هستی؟ بله. خطاطی چطور؟ مثلا تو سنف 5 حتما رسامی و خطاطی خودت خواندی، کار کردی، امتحان دادی؟ خطاطی تا بالا نخوندیم. خطاطی نخوندی. کوشش میکنی مثلا بخونی کدام کورسی رو بری بخیر به خاطر خطاطی؟ بله. بگیری. با رسامی چطور هستی؟ مثلا ما در بخش هنر شام یک بسیار نقاشای خوب را می داشته باشیم، رسامای خوب را می داشته باشیم. خودت میبینی و بخش داره؟ بله. خوش داری؟ بله. چقدر مثلا علاقمند خودت هستی که نقاشی را بخیر دنبال بکنی و رسامی و نقاشی داشته باشی؟ بسیار زیاد خوشحالم. بسیار زیاد. تشکر، سلامت باشی عزیزم. ممنون از اینکه حضور پیدا کردی. انشالله که به تمام آرزوهایت برسی. لایمی. تشکر. مقصد فراموش نکنی که برنامه ختم شد، باید بری امروی مخانه. سیز؟ ما هم یک مهمان کوچک دارم، باید از اینکه ختم برنامه شد و با شما عزیزان خدافیزی کردیم، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. ناگزیر هستیم از حضور شما مرخص شیم. عزیزان باید داشته باشین، شما هم اگر کودکان نازنین و باهوش دارین میتونین که بیارینشان به استیج شام یک و ما هم مهمان نوازی خوبتر ازشان میداشته باشیم. راهش هم عزیزان باید براتون گفته شود که شماره واتساپ ما هست، شماره تماسی که روی اسکرین های تلویزیون شما عزیزان نمایش داده میشه، میشه که یادداشت بکنین. اگر شما خودتان هم علاقمند هستین به اینکه حضور پیدا کنین در شام یک، ما شما مهمان نوازی می داشته باشیم. و همچنان عزیزانی که برنامه های ما رو ندیدن، شما هم میتونین سر بزنین به صفحات فیسبوک و یوتیوب برنامه و نظرات خود را با ما شریک بسازین. شب شما خوش و عالی باشه و فراموش نکنین فردا با یک لبخند خیلی خوب بیدار شوید.